فرمانده قدس پیش از سقوط با غنی و عبدالله در کابل دیدار کرد. محمد هدایت رئیس دفتر مطبوعاتی سرور دانش معاون ریاست جمهوری پیشین افغانستان گفته است که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران یک هفته پیش از سقوط کابل دیدار محرمانه و جداگانه‌ای با اشرف غنی و عبدالله در این شهر داشت. آقای هدایت در مطلبی در نخستین شماره نشریه راه عدالت وابسته به حزب عدالت و آزادی افغانستان نوشته است که اسماعیل قاآنی برای دیدار با غنی شرط گذاشته بود که تنها با غنی می نشیند و در این جلسه هیچ کسی به شمول مشاور امنیت ملی و رئیس دفتر رئیس جمهور حضور نداشته باشد. حزب عدالت و آزادی افغانستان پس از سقوط کابل به دست طالبان در خارج از افغانستان به رهبری سرور دانش تشکیل شده است. به نوشته محمد هدایت فرمانده نیروی قدس در این دیدار خواهان تضمین‌هایی از غنی شده بود و به خصوص مسئله حقابه رودخانه هیرمند در محور این گفتگو قرار داشته است. طبق این یادداشت قاآنی همچنین به غنی گفته است در قبال آن ما نمی گذاریم کابل به دست طالبان سقوط کند و دولت افغانستان به عنوان یک طرف قضیه در ساختار قدرت بعدی شریک باشد. رئیس دفتر مطبوعاتی معاون رئیس جمهور سابق همچنین نوشته است که قاآنی دیدار دیگری با سران جبهه اتحاد شمال پیشین در خانه عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی داشته است. به نوشته آقای هدایت در این دیدار کریم خلیلی، محمد محقق، صلاح الدین ربانی، احمد مسعود، احمد ضیا مسعود، ادیب فهیم و شماره دیگری حضور داشتند. آقای هدایت می نویسد که فرمانده قدس در دیدار با این چهره ها اطمینان داده بود. افغانستان سقوط می کند و شما نباید فعلا بر طبل جنگ با طالبان بکوبید. جایگاه هر کدام شما در دولت آینده محفوظ است و تضمین‌های لازم از طالبان نسبت به هر یکتان گرفته شده است. تا کنون افرادی که ادعا شده در این دیدار حضور داشتند درباره ملاقات با فرمانده قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران چیزی نگفتند. آقای هدایت افسوده است که دیدار اسماعیل قاآنی با اشرف غنی و دیگر چهره های سیاسی رسانه‌ای نشد و سرور دانش در یک جلسه درون دفتری از آن اطلاع داده بود. جمهوری اسلامی ایران روابط نزدیک با طالبان دارد.